در همین بد به ورودش موقعیت ایجاد کرد. نیک وقت واحدی پرتابگر توپ هادی محمدی است برای داماشی ها. پرتاب بلند عبور میکنه اونجا از سر همه. امیرحسین صادقی دوباره توپ رو به اوت میزنه. این هم کاردوست و این هم امیر عابدینی است که مرد خستگی ناپذیره داماش بادور رو لقب بذاریم. در این چند سال اخیر واقعا مشکلات سختی رو پشت سر گذاشت. اگر مدیریت و کارایی او نبود یقین بدونید که تیم داماش در همون سال گذشته به مشکل برمیخورد. اما با تمام این موارد دو سال گذشته تیم رو در لیگ برتر حفظ کرد در شرایط مناسبی و امسال هم چشم امیدش این هستش که شرایط تیم داماش با مساعدت قوه قضاییه بهتر بشه. حرکت تند و سریع نظیفکار مدافع پیشتاخته، ببین تا کجا میاد، پاسشو میده به متوسل زاده. خود متوسل زاده یه تکل عالی میزنه اونجا امیر حسین صادقی و پرتاب برای داماشی ها. خود متوسل زاده ارسال، ارتباط باز هم قطع شد. حالا فراد مجیدی پاسش رو می‌خواست بندازه برای خسرو حیدری که حرکت نکرد خسرو حیدری و یاران داماش توپ رو گرفتند. در میانه میدان یک بار دیگه سیاوش اکبرپور، فراد مجیدی درخواست توپ میکنه، یک و دو مجیدی هرجوری از توپ رو میبره به سمت چپ برای پژمان نوری، میتونه سانت کنه، پژمان نوری تو سر توپ میزنه، میذاره رو پای راستش، ارسال نظیفکار توپ رو دور کرد. یک بار دیگه اکبرپور، حالا کاردوس، مرزا مهدوی، ارسال برای امین متوسل‌زاده پشت مدافعین. متوسل‌زاده این بار دیگه رحمتی اجازه کار نمیده و مثل مدافع آخر میاد و توپ رو دور میکنه. احساس ناراحتی هم میکنه سید مهدی رحمتی، امیدوارم مشکل خاصی نداشته رو نگاه کنید. متوسل‌زاده برخوردم داشت با سید مهدی رحمتی. نزدیک بود مثل موقعیت گل اول همونجوری بخواد گل دومش رو هم بزنه متوسل زاده و داماش رو پیش بندازه، اما این بار دیگه سید مهدی رحمتی اجازه این کار رو نداد. نگاه کنید پاس عالی محمدرضا مهدوی پشت دو تا مدافع بین پژمان منتظری و امیرحسین صادقی و سید مهدی رحمتی که آمد و توپ رو دور کرد. خب مشکل خاصی نداره، رحمتی به درون دروازه برمیگرده. قلنویی یقیناً به بازی چهارشنبه مقابل نماد تایلند هم داره فکر میکنه. و این هم افشین ناظمی مربی جوانی که تا اینجا خوب کار کرده در رقابت های لیگ برتر و ما ببینیم در این بازی چه نتیجه رو مقابل تیم خوب و بزرگ استقلال به دست خواهد آورد. هادی محمدی روی خط عبور میکنه، کاردوس از دو تا بازیکن پاسش هم میده و توپی که ببینیم به نفع چه کسی ببین اون رفته. یارو داماش باید توپ رو پرتاب کنند. نگاه کنید اینگونه توپ رو عبور داد از بین نیکبخت و اکبرپور و سانترش رو انجام داد کاردوست. هادی محمدی میخواد توپ رو پرتاب کنه، بلند یه تاثیر میگذارن اونجا پشت محوطه حاجتی و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. آهو افسوس مصطفی حاجتی، نگاه کنید توپ اونجا عبور کرد بین همه، دور شد پشت محوطه، یه تیکه با پای چپ با روی پا شوتش رو زد که توپش به بیرون، یه بار دیگه سانت به روی دروازه، یه ضربه سر قاطی میکنن یه لحظه دو تا بازیکن داماش، حسنزاده و متوسل‌زاده بودن که با هم قاطی کردن. نگاه کنید بلند شد بزن اما حسنزاده در موقعیت بهتری بود، پشت اومد ضربه سرش رو زد اما توپش به بیرون رفت. هر دو تیم هجومی آغاز کردن نیمه دوم رو. آرش برهانی هم پشت داره گرم میکنه، باید ببینیم کی به زمین مسابقه خواهد اومد. روی نیمکت بغیر از آرش برهانی فردین عابدینی، مهران قاسمی و سید حسین حسینی
حضور دارن در ترکیب در نیمکت استقلال. این سمت هم میلاد فراهانی و مرتضی ابراهیمی و محمد سیاه و هادی سهرابی و بوبکبه و روح الله سیف اللهی به همراه چاوشی ذخیره‌های افشین ناظمی هستند. ارسال بلند تفریح اعلام نشده، بازی ادامه داره. حسن زاده به دنبال توپ اما توپ به بیرون میره بی نتیجه برای داماشی ها. خب امیر قلعه‌نویی میخواد تعویض بعدی خودش هم انجام بده، آبدینی رو میخواد به زمین مسابقه بیاره. او هم بازیکن جوان خوبی است. صحنه جالبی رو در ورزشگاه شاهد هستیم. تمام هوادارا موبایل های خودشون رو روشن کردن. به هر حال هوا هم تاریک شده. نمای زیبایی بود که تقدیم حضورتون کردیم. جواد نکونا میبره به سمت راست برای خسرو حیدری. آیا اولین مساوی تاریخ این دو تیم مقابل همدیگه به دست خواهد اومد یا نتیجه بازی در دقایق باقی مانده تغییر خواهد کرد؟ باید بنشینیم و ببینیم که چه اتفاقی در اون زمین خواهد افتاد. خطا در میانه میدان، خطایی که محمدرضا مهدوی مرتکب شد بر روی سیاوش اکبرپور. نیکبخت واحدی از زمین مسابقه بیرون خواهد کشید امیر قلعه‌نویی و فردین آبدینی جوان رو جایگزین او میکنه. خوب کار کرد نیکبخت. این هم صحنه است که خطای مهدوی اعلام شد. متوسل زاده، حنیف اجازه میده تو به رحمتی برسه. رحمتی بلند به زمین داماش. ابوذر رحیمی ضربه سر اول رو میزنه، یه برخورد بعد از زدن توپ اتفاق افتاد. همکاران لطف کنند نمای اون سمت و نمای بسته بازیکنان با مدار ممنون خواهیم شد. بر خسرو حیدری بود که برخورد کرد با ابوذر رحیمی. پرتو برای یاران استقلال. هادی محمدی، حنیف عمرانزاده، ابوالفضل حاجی‌زاده میبره به سمت چپ برای مصطفی حاجتی. ابوذر رحیمی، بازم حاجتی، این بار دریبل میزنه به سمت تو میخواد بیاد اما بازم موفق‌تر خسرو حیدری که اجازه نمیده حاجتی پاسش رو بده. از راه میرسه مهدوی، توپ رو میزنه، یه پاس، ضربه سر، هر توپ دور نشده از اون منطقه. حالا کاردوس از این سمت میاد توپ رو جمع و جور میکنه، میخواد ارسال بکنه. خود کاردوس تکنیک خوبی داره، در حال رفتن اکبرپور میاد بعد جور میزنه. رضا کاردوس رو مستعد گرفتن کارت زرد هست سیاوش اکبرپور در این صحنه. صحنه سر رو خواهیم دید که چه اتفاقی افتاد. همچنان ناراحت کاردوس روی زمین افتاده. آیه احمد صالحی هم میاد تا به وضعیت او رسیدگی کنه. اول مشکل خاصی نداشته بود، نگاه کنید در حال عبور بود، این گونه او رو متوقف کرد و پاش هم کاملا روی ران راستش موند، البته از عمد نبود. کاردوس مشکل خاصی نداره، بلند میشه بازی ادامه بده. مصطفی حاجتی با پای چپ این توپ رو ارسال خواهد کرد. بازیکنان سرزن داماش در محوطه جریمه و همه بازیکنان استقلال هم در محوطه جریمه هستن تا ضربه سر اول رو بزنن. رحمتی فریاد میزنه وسط مدافع، میگه یه نفر اون جلو وایسه. پژمان نوری میره اضافه میشه به درون شش قدم، ببینیم حاجتی چگونه ارسال خواهد کرد. حاجتی اعتقاد داره فاصله قانونی رعایت نشده. خود مصطفی حاجتی با پای چپ ارسال بلند روی تیر دو، یه ضربه سر فرصت هست اما تو از خط عبور کرده بود. این رو کمک اول علی میرزابگی با پرچم خودش اعلام میکنه. نگاه کنید اینجا ضربه سر زده شد اما آقای میرزابگی اعتقاد داشت که از خط عبور کرده. از این موقعیت هم نامشه استفاده ای نمی کنه.
سید مهدی رحمتی از کنار دروازه بود بازی رو به جریان در بیاره. ارسال بلند به زمین داماش. محمد قاضی موفق تر از اون، محمد مختاری است. باز هم مختاری توپ رو دور میکنه. حنیف عمرانزاده، قاضی پاس عالی برای فراد مجیدی، با پشت پا میخواست توپ رو بندازه برای خودش، اما توپ حبیب دهقانی رسید. این هم کاپیتان فرهاد مجیدی که به شدت محبوب هست در جمع بازیکنان استقلال. و محمد مهدوی در حال رفتن، خود مهدوی یه پاس مسعود حسنزاده اشتباه میکنه، توپش لو میره و آبدینی بود که توپش رو گرفت. حالا سیاوش اکبرپور در میانه میدان، خود اکبرپور با تکل توپ رو میرسونه به امیر حسین صادقی. صادقی با پای چپ جناب بازی قصد تغییر بده برای مجیدی. ابوذر رحیم اجازه کار نداد. حاجتی توپ رو دور میکنه در میانه میدان. مهدوی، جواد نکونام با فیزیک مناسب خودش توپ رو از مهدوی میگیره. خسرو حیدری توپ رو عقب میاره. تشمان نوری، حیدری جناب بازی تغییر میده به سمت چپ برای امیر حسین صادقی. خسرو حیدری توپ رو زیاد جلو انداخت و هادی محمدی به راحتی توپ رو گرفت. بازم ارسال پشت مدافعین، این بار حنیف عمرانزاده اجازه کار به متوسل زاده نمیده. مهدوی بدون خطا توپ رو میگیره. معرضا مهدوی میخواد یه پا دو پای فوتسالی بزنه، اما جواد نکونام دریبل نمیخوره و مهدوی خطا میکنه برای نکونام. کاپیتان تیم ملی کشورمون جواد نکونام که پس از حرف و حدیث های فراوان مان در استقلال در این فصل. حنیف عمرانزاده، پژمان نوری، ارسال پشت مدافعین برای مجیدی. باز هم محمد مختاری اجازه کار نداد. هادی محمدی جمع جور میکنه اونجا. کاردوست با پشت سرش میخواد توپ رو، با پشت پا توپ رو میخواد پشت سرش برای مهدوی بندازه، توپ رو از دست میره. مهدوی راضی نیست از حرکت کاردوست. صادقی توپ پرتاب میکنه. قاضی هفته عبور داره. هادی محمدی موفق تره. امین متوسل زاده به دنبال توپ و حنیف عمرانزاده که ریسک نمی کنه و توپ رو به بیرون میزنه. پرتا برای داماشی ها به دست میاد. هادی محمدی میخواد توپ رو پرتاب کنه. جای آبشک در این بازی خالی است. خاطر مصدومیت حضور نداره. این گونه پرتابا رو معمولا خوب انجام میداد محمد آبشک. ارسال ضربه سر توسط امیر حسین صادقی، پرتاب از چند متر جلوتر، باز هم برای داماشی باید انجام بشه. مهدوی از بازیکنان سرزنش میخواد بیان تیره قطع کنن این توپا رو. این بار هم موفق هست امیر حسین صادقی در زدن ضربه سر. هادی محمدی این بار کوتاه با کاردوس. خود هادی محمدی رو پای راستش هست برای کاردوس، کورنر میگیره رضا کاردوس. هیچ نسبتی هم با اصغر کاردوس بازیکن تیم ملی بسکتبال که اونم رشتیه نداره. رضا کاردوس هم علی رشته، اصغر کاردوس هم علی رشته، ولی نسبتی با هم نداره. کورنر برای داماشی ها. ارسال بلند روی تیر دو، فرصت کجا میزنه توپ رو در میانه را. حنیف عمرانزاده توپ رو به کورنر فرستاد. اگر متوسط زاده میرفت که دروازه استقلال رو باز کنه، نگاه کنترل خوب با روی پا و عمرانزاده با سر توپ رو به کورنر فرستاد. کورنر دیگر برای داماشی ها. خیمه سنگینی زده داماش در این دقایق بر روی دروازه استقلال. ببینیم میتونه گلی به ثمر برسونه یا خیر. حالا محمدرضا مهدوی با پای راست، این بار در میانه راه باز هم مدافعین استقلال هستن که توپ رو دور میکنن. رضا کاردوست، ابوذر رحیمی به جناح راست،
احساس ناراحتی میکنه، یه برخورد به نظر میرسه با توپ بیرون بزنن یاران داماش، حاجتی این کار رو انجام میده. نگاه کنید اینجا محمد مختاری میخواست توپ رو عبور بده اما بکنم آقای حسین صادقی بود که به برخوردی اونجا داشت و احساس ناراحتی میکنه. آقای قلنایی اعتراض میکنه به این اتفاق و اعتقاد داره که کمک اول باید خطا اعلام میکرد. خیلی منتظر هستم ببینم که آقای احمد صالحی چه دستوری میده. اینجا بود که توپو زد و تو به صورتش خورد، احساس ناراحتی میکنه امیر حسین صادقی. حسین ناظمی هم این تصویر دیدید، حالا احمد صالحی هم داره با قلنوی صحبت میکنه. این برتر البته شما دارید، رجمان نوری هم داره اونجا نکاتی رو میگه و من راحت میشه لبخونی کرد که میگه من خواهش میکنم من اصلا اون میبینم. از قلنوی میخواد که برو نیمکتش برگرده. استقلال 1 داماش 1. هفته پنجم رقابت های لیگ برتر، دیداری که ورزشگاه شهید عزادی رشت به شکل زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خوبان میشه. همینان عزیزمون در سرتاسر میهن اسلامیمون، امیدواریم که تا اینجا بخش زنده این دیدار بوده توجهتون قرار گرفته باشه. امیر حسین صادقی همچنان احساس ناراحتی میکنه از بازوی سمت راست خودش، از زمین مسابقه بیرون میاد. هواداران استقلال تنها همون 10% که بهشون اختصاص داده شده رو درش مستقر شدن و بقیه استادیوم در اختیار هواداران داماش هست که مدام دارن تیمشون تشویق میکنن. بازی جوان مردانه یاران داماش رو باید پاسخ بدن. استقلالی‌ها این کارو میکنن و توپ رو چند جلوتر به بیرون میزنن. هم تصویر زیبایی که نشان دهنده هوای خوب امروز شهر رشت بود، علی‌رغم اینکه هفته گذشته شاهد باران‌های فراوانی بودیم. مهدوی، خود مرزا مهدوی، جواد نکونام برای مرتکب خطا میشه. مسئول مهار همدیگه هستن نکونام و مهدوی. هر وقت نکونام صاحب توپ مهدوی اون رو میزنه، هر وقت مهدوی صاحب توپ نکونام رو متوقف میکنه. مصطفی حاجتی با پای چپ میخواد این توپ رو ارسال کنه. ببینیم چگونه ارسال خواهد کرد این توپ رو. ارسال مصطفی حاجتی به روی دروازه، ضربه سر، فرصت برای داماش قاطی میکنه. یه لحظه اونجا با همدیگه یه برخوردن به نظر می اومد، همچنان فرصت. ابوذر رحیمی توپ رو به بیرون زد. حالا تند و سری یاران استقلال، مسعود حسن‌زاده بود که تعادلش از دست داد در محوطه جریمه استقلال. حالا فرصت برای فراد مجیدی، در حال رفتن مجیدی میتونه بزنه، دروازه خالی و کجا میزنه محمد قاضی روی تکل هادی محمدی، اجازه نداد دروازه داماش باز بشه و چه فرصتی رو از دست میده محمد قاضی. صحنه سر خواهیم دید، فرار عالی فرهاد مجیدی پشت مدافعین. نگاه کنید ضربه‌اش هم زد، میتونست بیاد محمد قاضی قطع بکنه. هادی محمدی زودتر زد، توپ قاضی خورد و به بیرون رفت. حبیب دهقانی بری زمین نشسته، فکر کنم کفش خودش رو داره بندهاش رو محکم میکنه یا نه، ولی ضربه‌گیر خودش حالا داره چسبش رو باز میکنه. فراد مجیدی هم رفته اونجا ایستاده. 65مین دقیقه بازی هم تمام شده. اینم فرصتی بود که در محوطه جریمه ایجاد شد. حسن‌زاده یه لحظه زد کاملا پای چپ مسعود حسن‌زاده رو امیرحسین صادقی، به نظر که اینجوری میومد قبل از این توپ رو بزنه پاس زد. حالا امکان بازم نشون خواهد داد. اینم مسعود حسن‌زاده بازیکن جوان و خوبی است. حبیب دهقانی هم مشکلی نداره به بازی
ادامه خواهد داد. با پای چپ ارسال میکنه، پشمان نوری ضربه سر رو میزنه. مختاری در میانه میدان، جوش اکبرپور، موفق‌تر یاران داماش، ابوالفضل حاجی زاده، حاجتی، عقب‌تر ابوذر رحیمی، برای مسعود حسن‌زاده پاس مناسبی نبود. جواد نکونام، پشمان نوری، حالا توی میانه میدان توپ بین بازیکن دو تیم رد و بدل میشه. بالاخره ببینیم پشمان نوری میتونه از اون نقطه در بیاره توپ رو یا نه، توپ رو لو میده. ارسال برای مسعود حسن‌زاده، ببینیم چه کار خواهد کرد حسن‌زاده جوان در مقابل پژمان منتظری با تجربه. رو به عقب حاجتی، به سمت چپ ابوذر رحیمی، موقعیت، ارسال، فرصت. جواد نکونام خوب توپ رو رد میکنه از اون نقطه. کار دوست باید اضافه شه از این سمادی محمدی، اتفاق نمیفته. عادی محمدی خودش یک و دو با رضا کاردو تو سر توپ، کاردو صاحب توپ، هادی محمدی اشتباه میکنه. دوست صمیمیش علیرضا جهانبخش در هلند داره در تیم NEC بازی میکنه و اون در این فصل به ترکیب اصلی داماش آمده. عادی محمدی یک بار دیگه، فرهاد مجیدی، یه شوت و گل، و گل برای استقلال توسط فرهاد مجیدی. تعویض طلایی امیر قلعه نوعی، استقلال رو پیش میندازه. استقلال 2 داماش 1. دو بار حرکت کرد از اون سمت، دومین بار دیگه دروازه داماش رو باز میکنه. حالا استقلال پیش میفته در 68مین دقیقه بازی و خوشحالی هواداران حاضر، نگاه کنید پشت نظیفکار، محمد مختاری هم نتونست جمع کنه و اینگونه شوتش رو میزنه به زاویه مخالف و دروازه باز میشه. سرزر اصلا اجازه نداد مختاری برسه و اینجاست که ارزش های یک مهاجم با تجربه و ششدان مشخص میشه. از زیر دستان عوی دهقانی توپ عبور کرد تا داماش فکر جدی برای دروازه خودش باید بکنه. سال گذشته حسن رودباریان حضور داشت، برای دروازه با تجربه بود، امسال رفت و جدا شد از داماش تا دچار مشکل بشه تیم داماش در درون دروازه، زمینی که ضربه فراد مجیدی هم عالی به زاویه مخالف زده شد. ابوالفضل حاجی زاده تو سر توپ میزنه، برمیگرده، افشین ناظمی میخواد یک تعویض رو در ترکیب تیمش انجام بده. سیف اللهی رو میخواد به زمین مسابقه بیاره، خطای محمد قاضی اعلام میشه. بازیکنی که از تیم جوانان پرسپولیس به تیم داماش آمده، این لحظه است که قاضی پای چپ عادی محمدی رو زد. همین چهره مصطفی حاجتی رو از زمین مسابقه بیرون میاره آقای افشین ناظمی. ببینیم در این بازی از کبه هم استفاده میکنه یا خیر، کبه ای که در بازی رفته پس گذشته آمد در دقایقی و تونست یه گل برای داماش بزنه مقابل استقلال. عادی محمدی ارسال، نکونام ضربه سر اول رو میزنه اونجا، رجمان منتظری توپ رو دور میکنه، پرتاب برای داماشی ها. عادی محمدی میخواد توپ رو بلند پرتاب کنه، نشان میده اما کوتاه این کار رو انجام داد به ابوالفضل حاجی زاده. حالا عادی محمدی برای سیف اللهی تازه به میدان آمده، اما سیاوش اکبرپور بلافاصله توپش رو میزنه، اجازه نمیده او این کار رو انجام بده. بازم عادی محمدی، چون فراد مجیدی دسته در تصویر دیدید با بازوبند کاپیتانی استقلال، یه تاثیر. حالا ابوذر رحیمی یه پاس پشت مدافع، این که به سید مهدی رحمتی میرسه. داماش 1-0 در این بازی پیش افتاد، اما استقلال 2 گل زد و 2-1 جلو میفته.
حالا فراد مجیدی یه بار دیگه در حال رفتن این بار اشتباه میکنه و توپش از خط عبور کرد. افشین نازمی از بازیکن تیمش میخواد که جلوتر برن. امیر حسین صادقی توپ رو دور کرد، هنوز از بازو و آرنج سمت دست راست خودش احساس ناراحتی میکنه امیر حسین صادقی. نه امیر قلنویی که پاسخ میده تشویقای هواداران استقلالی که حاضر هستن در ورزشگاه، 10% که در ورزشگاه حضور دارن. حالا توپ رو با یه عالی از ابوالفضل حاجی زاده توپ بین پای کاردوس گیر کرد، کاردوس تا حال رفتن عبور میکنه، تعادلش از دست میده و خطا اعلام میشه. 73 دقیقه بازی، احمد صالحی رو ملاحظه فرمودید، لیسانس تربیت بدنی داره احمد صالحی، داور 41 ساله رقابت های لیگ برتر، پس گذشته 19 بار قضاوت کرد در لیگ برتر. حالا متوسل زاده صاحب تو ببینیم چی کار میکنه، ارجویی هست اونجا توپ رو میگیره و خطاش رو هم احمد صالحی اعلام میکنه. اینم صحنه ای که خطای متوسط زاده رو آقای صالحی اعلام کرد. رحمتی بلند نظیفکار توپ رو دور کرد، برخورد اتفاقی اعتقاد داره که نیفتاده آقای صالحی. مهدوی اونجا اعتراض میکنه، نکونه ها صحبت میکنه با مهدوی، پرتو برای استقلالی ها. نظیفکار ضربه سر اول رو میزنه، جواد نکونا میبره به سمت راست، ابوذر رحیمی اونجا توپ رو میگیره، تند و سری برای مسعود حسنزاده ارسال میکنه، پژمان منتظری اما اونجا توپ رو اداره میکنه و اجازه نمیده که داره داماش موقعیت ایجاد بکنن. فراد مجیدی رو سرعت بالایی که داره پشت مدافعین داماش مدام حرکت میکنه تا بتونه موقعیت ایجاد بکنه برای تیمش. کاردوس عالی عبور میکنه و پاسش رو میده به ابوالفضل حاجی زاده. پاس هم ابوالفضل حاجی زاده، ببینید این بار چگونه پاس خواهد داد. میبره به سمت چپ ابوذر رحیمی، کاردوس بغلش هست، اشتباه نظیفکار. مختاری جناب بازی رو مدام عوض میکنن، یارا داماش راه ها بسته است برای نفوذ. متوسط زاده یه تحصیل با سر میگذاره اما امیرحسین صادقی بلافاصله میاد یه زیر توپ میزنه و توپ رو دور میکنه. بازی به دنبال توپ، مختاری یه لحظه هم لنگ زد اونجا، احساس ناراحتی میکرد اما بازی ادامه پیدا میکنه و مشکل خاصی گویا نداره. مهدوی یه تحصیل میگذاره، این بار حنیف عمرانزاده، خطای رضا کاردوس اعلام میشه بر روی خسرو حیدری. احمد صالحی اونجا حضور داره و بلافاصله خطا رو اعلام میکنه. داماش در هفته آینده باید به مسافه گسترش فولاد تبریز بره و استقلال بازی بعدش مقابل راه آهن هست. البته بعد از این که هفته دیگه چهارشنبه مقابل نماینده تایلند در باشگاه‌های آسیا به میدان رفت. یک بار دیگه مسعود حسنزاده این بار نتونست خوب کنترل کنه توپ رو. حالا یاران داماش جلوتر میان، یه تکل عالی اونجا زده میشه توسط یاران استقلال و توپ رو دور میکنن از اون نقطه. نظیفکار
بابول فضل حاجی زاده، ابوذر رحیمی، ارسال برای حسن زاده با سر، خطای بازی خطرناک مسعود حسن زاده اعلام میشه، میتونه یکی از گزینه‌های تعویض داماش باشه مسعود حسن زاده در این دقایق و شاید فرصت به چاوشی یا کبه برسه. این هم چاره بوبکبه است که گویا داره آماده میشه توسط بدنساز داماشی ها مرزاد خیراندیش. افشین چاوشی زودتر از اون آماده ورود به میدان شده، میره واقعا میره قلعه‌نویی هم دست میده افشین چاوشی، پرتاب هم اونسم انجام میشه پشت محوطه جریمه. اکبرپور فرصت داره شوت زنی کنه، جواد نکونام میبره عقب‌تر، سیف‌اللهی به دنبال توپ، ارسال آفساید به نظر میرسید، بله پرچم هم میزنه اونجا رحیم شاهین، کمک دومه این دیدار. این چهره از آذربایجان شرقی کارمند مخابرات هم هست، کمکدار خوبی است در رقابت لیگ برتر. هادی محمدی، سیف اللهی، ارسال ابوالفضل حاجی زاده، کسی اونجا حرکت نکرده، خیلی راحت حنیف آرمانزاده ضربه سرش رو میزنه، حالا از راه میرسن یاران داماش، تم به یک پرتاب میده امیر حسین صادقی، تعویض باید انجام بشه، رضا کاردوس رو از زمین مسابقه بیرون میاره و افشین چاوشی جای او رو خواهد گرفت. بعد از اونم نوبت کبست یا فک کم کرد، یه مهاجم اضافه کرد، مسعود حسنزاده رو بیرون میاره و یه مهاجم دیگه به زمین مسابقه میره تا بتونه نتیجه بازی رو تغییر بده. افشین ناظمی الان با سه مهاجم داره بازی میکنه تیم داماش در این دقایق. هادی محمدی میخواد توپ رو پرتاب کنه، پرتاب بلند، یه تصمیم میذاره سیف اللهی، پژمان نوری توپ رو دور میکنه، حالا یک ارسال عالی برای مرزا مهدوی که به توپ نرسید، نظیفکار بود که جلوی بازی رو تغییر داد. تیم استقلال تا قبل از این بازی 8 امتیازه بود و در رده دوم جدول حضور داشت. بازی امشب اگر این 3 امتیاز رو کسب بکنه موقتا به رده اول خواهد رفت تا اینکه فردا بازی ها برگزار بشه. بازی پرسپولیس ملوان، فرید سپاسی سپاهان، تراکتور سازی مصر، روباهن سایپا، سبا گسترش فولاد، راهن فولاد، استقلال خوزستان و نفت تهران. جواد نکونا بازی رو به جریان در میاره، ارسال بلند برای محمد قاضی، ضربه سر اول رو نظیفکار میزنه، حالا کبه بازیکن توپداریه خود کبه، فرصت رو از دست میده، حالا اکبرپور نظیفکار با توپ رو دور کنه از اون نقطه عقبتر با حبیب دهقانی، ارسال بلند به میانه میدان، کسی اونجا حضور نداره از داماشی ها، حالا پژمان نوری به دنبال توپ، هادی محمدی ضربه اول رو زد، ابوالفضل حاجی زاده نوری رو جا میگذاره، پاس با هادی محمدی، باز هم حاجی زاده، سیف اللهی هنوز توپی بهش نرسیده که روی فراهاش بتونه نتیجه رو عوض کنه یا خلق موقعیتی داشته باشه. خود سیف اللهی این بار ارسال با پای چپ، یه فرصت، چاوشی از همونجا می‌خواست با پشت سر دروازه رو باز کنه که موفق نیست. اینجوری که داماشی‌ها دارن بازی می‌کنن در ضد حمله خیلی تیمشون شکننده خواهد بود، چون 4-5 تا بازیکن همینجا هستن تا حمله کنن. حالا کبه
عالی تک میزنه اونجا. عابدی احساس ناراحتی میکنه که به حالا ابوذر رحیمی یک کارت زرد میگیره. کبه هم روی زمین افتاده. 82 دقیقه بازی، استقلال 2 داماش 1. فراد مجیدی که احساس ناراحتی میکنه، تیم پزشکی استقلال به وضعیت او رسیدگی میکنن، به کبه بلند میشه. این هم صحنه بود که حتی اتفاق افتاد. یه بازیکن هم چند اونورتر رو زمین افتاده، من نمیدونم کیه. سیاوش اکبرپور بود که او هم احساس ناراحتی میکرد، خوشبختانه بلند میشه، مشکل خاصی نداره. مختاری روی به ارسالای مستقیم میاره تیم داماش و مدافعین سرزن استقلال ضربات سر رو میزنن. حالا کبه سیف اللهی موفق‌تر پژمان نوری، اما کبه عبور کرد، خود کبه در حال رفتن توپ رو لو میده. نکونام دفع توپ از او، حالا مختاری با حاجی زاده میبره به سمت چپ با نظیف‌کار، ارسال به سمت راست برای سیف اللهی. یه تحصیل میگذاره سیف اللهی، اما خطا اعلام میشه. امیرحسین صادقی احساس ناراحتی میکنه، بعدشون نمیاد داران استقلال برحال دقایقی اینگونه سپری بشه. ببینیم که چه اتفاقی افتاد. اینجا بود که امیرحسین صادقی امنایی صورت احساس ناراحتی میکنه و مصدومیتش جدیست. برحال بازی متوقف میشه در این دقایق و این لحظات. تیم داماش با 3 امتیاز در عده 13 همه جدول هست قبل از این بازی و تا اینجای کارم که نتونست امتیازی رو به دست بیاره. امیر قلعه‌نویی این لحظه که برخورد اتفاق افتاد، امیر قلعه‌نویی داره میره که در شهر رشت، شهر مادری او هم هست، 3 امتیاز بازی رو از آن خودش کنه و باید ببینیم که تفکرات این چهره یعنی افشین ناظمی میتونه باعث بشه در این دقایق نتیجه بازی تغییر بکنه یا خیر. امیرحسین صادقی از زمین مسابقه بیرون میره و در این لحظات تیم استقلال با 10 نفره به بازی ادامه بده. خدمتی رحمتی میره پشت تو. آقای صالحی درخواست میکنه که بازی آغاز بشه. توپ رحمتی به بیرون میره. حالا یاران داماش در این دقیقه باقی مانده، 5 دقیقه در وقت قانونی، ببینیم چه کار میکنن. حالا در میانه میدان کبه میتونه جناب بازی تغییر بده، میبره به سمت چپ. ابوذر رحیمی راه بسته است، تو سر توپ میزنن برمیگردن. حاجی زاده ارسال برای چاوشی منتظری، حالا محمد رضا مهدوی پاسشون رو نمیرسه و توپ رو دور میکنه جواد نکونا. در میانه میدان بازم کبه دور هست از دروازه، خود کبه پا به توپ میبره به سمت چپ، باید ارسال کنه. ابوذر رحیمی اجازه کار نمیدن. عقب‌تر بازم رحیمی، این بار یه تیکه توپ رو میفرسته، ضربه سر عالی میزنه علیف عمرانزاده و توپ رو دور کرد. هادی محمدی به تو میزنه این بار با کبه فرصت
زد پشت محوطه کبه، یه لحظه تعادلش از دست داد و پاس هم به اون نرسید. خوب حرکت کرده بودن یاران داماش. یک بار دیگه ابوالفضل حاجی زاده، حالا نظیف کار تو سر توپ میتونه برند هم ارسال کنه. چاوشی عقبتر، هادی محمدی خودش میخواد ساند کنه به روی دروازه، کار سختی رو ندارن مدافعین سرزن استقلال برای زدن این توپ. حالا برخورد میکنن دوتا بازیکن استقلال با هم دیگه، فرصت و جواد نکونام توپ دور میکنه، حالا کبه میزنه توپ رو و به مدافعین برخورد میکنه، توپ بلاکه میشه. پژمان نوری با توپ رو بیرون بزنه، یه بازیکن استقلال رو زمین افتاده، فرهاد مجیدی است که احساس ناراحتی میکنه. این لحظه است که اکبرپور با مجیدی برخورد کرد، یه لحظه بعد پاش خورد به صورت مجیدی. بله نوعی دل تو دلش نیست این چند دقیقه هم سپری بشه و این سه امتیاز رو هم بتونه بگیره. این هم ارسالی که انجام شد و نکونام توپ رو با سر زد، توپ جلوی پای کبه افتاد. اینگونه که بزد باز هم نکونام توپ رو بلوکه کرد. حالا مجیدی از زمین مسابقه بیرون میره، امیرحسین صادقی هم که به زمین برگشته خودش بیاد و توپ رو پرتاب میکنه. ضربه سر اول رو مرزا مهدوی زد، باز هم بازیکنان استقلال به زمین میافتن. این بار اکبرپور بلند میشه، بازی ادامه میده. وقتی میبینی که آیه صالحی توجهی نداره به این امر، امیدواریم استقلال مقابل نمایی تایلند بازی بهتری رو از خوش به نماش بده. یه اشتباه قاطی میکنن بازیکنان استقلال با هم دیگه. این بار دیگه سید مهدی رحمتی تو رو میگیره. 89مین دقیقه بازی، یک دقیقه در وقت‌های قانونی زمان باقی مونده و باید ببینیم آقای صالحی چند دقیقه وقت تلف شده برای این بازی اعلام خواهد کرد. رحمتی بلند به زمین داماش، نظیف کار، نگاه کنید این صحنه است که رحمتی قاطی کرد اونجا و میرفت کار دست این تیم بده. باز از کنار دروازه داماش باید به جریان در بیاد. مجیدی اعتقاد داره که کورنر شده بوده. برحال حبیب دهقانی بازی رو به جریان در میاره، بلند به میانه میدان، کبه با پشت سر، حالا فرصت برای داماشی ها. متوسل زاده صاحب توپ از همون سمت حرکت میکنه، بازیکن داماش به اون نزدیک میشه، میاره رو پای راستش، یه شوت کمجون از کنار دروازه توپش به بیرون میره. چهار دقیقه وقت تلف شده منظور میشه. فرهاد مجیدی خطا میکنه، بلافاصله محمد مختاری توپ رو میسپاره طبیب دهقانی بلند ارسال کنه. تنها چهار دقیقه داماش فرصت داره تا نتیجه این بازی رو تغییر بده و استقلال چهار دقیقه باید نگه داره این نتیجه رو تا سه امتیاز شیرین خارج از خانه رو به حساب خودش منظور کنه. یک بار دیگه فرهاد مجیدی ببینیم میتونه عبور کنه یا نه. نظیف کار، باز هم مجیدی، این بار مجیدی تعادلش از دست داد، بازی ادامه پیدا میکنه. حبیب دهقانی اشتباه میکنه و فرصت رو از دست میده و توپ به بیرون میره. نگاه کنید اینجا توپ رو زد، نظیف کار به خود مجیدی خورد، تو سر توپ اومد بزنه، به روی زمین افتاد تا شاید داور پنالتی بگیره، اون اتفاق نیفتاد. یه پنالتی در این بازی میتونست آقای صالحی بگیره برای داماشی ها. این هم لحظه است که مجیدی خودش رو به زمین زد. حالا یاران داماش ببینیم به تو میرسه آدی محمدی یا نه. میرسه با محمدرضا مهدوی، همه بازیکنان در اون محوطه جریمه درخواست توپ میکنن، ارسال به روی دروازه و رحمتیه که
به راحتی توپ رو از آن خودش میکنه، خیال همه استقلالی ها رو جمع میکنه. ارسال نظیفکار، قاضی مرتکب خطا میشه، حبیب دهقانی مهدوی پژمان نوری، پاس بی ثمر برای داماشی ها، مختاری و نظیفکار به اون میسپاره تا نظیفکار بلند توپ رو ارسال کنه. یه تیکه این کار انجام میدن برای متوسل زاده، یه تأثیر چاوشی رو پای چپش از زودتر از او جواد نکونام توپ رو میزنه، میدونن که چاوشی اگه با پای چپ بزنه شوتاش محکم و سنگین هست. یک بار دیگه متوسل زاده، منتظری، دو مدافع استقلال هر جوری از توپ رو دور میکنن از اون نقطه. 93 دقیقه بازی، این لحظه است که به نظر بازی خطرناک پژمان نوری میتونست اعلام بشه. یک بار دیگه ارسال، حنیف آبدی نیست توپ رو دور میکنه، کبه، حالا محمدرضا مهدوی با سر یه تحصیل میگذارم، فرصت برای داماشی ها در محوطه جریمه، کبه تعادلش از دست میده، اعتقادی به پنالتی نداره احمد صالحی، مهدوی اعتراض میکنه، یه کارت زرد هم دریافت میکنه. صحنه سر خواهیم دید، صحنه بحث برانگیز در این بازی. نگاه کنید توپ ارسال شد، کبه میخواست ضربه رو بزنه و اینگونه تعادلش از دست داد و اعتراض مهدوی و کارت زردی که دریافت میکنه. برحال داماشی ها از فصل گذشته خاطر خوبی از احمد صالحی ندارن. تعویض برای استقلال در این دقایق، شماره 10 سیاوش اکبرپور بیرون میاد و فرصت به مهران قاسمی میرسه که دقایق و لحظاتی به زمین بره. از نمای دیگر این لحظه است که تعادل کبر رو برهم زد آبدینی. عجله برای خروج نداره، تعویض انجام بشه دیگه باید منتظر شنیدن سوت پایان بازی باشیم. داماش بازی خوبی رو مقابل استقلال به نمایش گذاشت و استقلال باز هم هفته دیگر روی تجربه بالای خودش داره میبره. دومین صحنه مشکوک پنالتیه که میتونست برای داماشی گرفته بشه رو ملاحظه کردید، یه خطا هم که روی حسنزاده اتفاق افتاده بود، اون هم اعتقادی به پنالت نداشت آقای صالحی، این خطا هم برای این صحنه مشکوک بود. کورنر باید برای استقلالی ها زده بشه. خسرو حیدری میخواد برای دقایقی رو و لحظاتی رو سپری کنه به نفع تیمش، آقای صالحی از اون میخواد که بلافاصله توپ رو بزنه. ارسال بروی دروازه، ضربه سر زده میشه، باید منتظر شنیدن سوت پایان بازی باشیم. آقای صالحی اینجا در سوت خودش میدمه و استقلال 3 امتیاز این بازی حساس رو از آن خودش میکنه و با نتیجه 2-1 این بازی رو میبره. تشکر میکنیم از همراهی شما، امیدواریم که پخش زنده این دار مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر شما رو به خداوند بخشنده و مهربان میسپارم. همکار خوبم مزدک میرزایی در پخش شبکه 3 در خدمت شما خوبان خواهد.
بله استقلال بازی رو برد، سومین برد پیاپیش رو به دست آورد. فراموش نکنید که فردا همین ساعت یعنی ساعت 7:20 بعد از ظهر بازی پرسپولیس و ملوان تقدیم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند خواهد شد. زمانی نداریم، همراه با تمامی همکارانم در پخش شبکه 3 سیما و برنامه فوتبال برتر از حضورتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. سفید کننده گل رنگ، خانه ای رویایی با جرمگیر گل رنگ، خانه ای رویایی با شیشه شوی گل رنگ، با محصولات سری خانه رویایی گل رنگ خانه خود را رویایی کنید. همه جا گل رنگ. خجالتم نمیکشن، همه درس‌ها رو تجدید شدن. این امتحان بود شما دادین ها؟ این چه امتحانی بود؟ بجن که از خجالت جگر سفیدشون ورم بکنن نشستن اینجا بس من لگد میپراکنن به هم دیگه. خجالتم نمیکشن، همچین میام بزنم برف سر دیگه به این پایین. آقا اجازه بیمارش خوب، امتحاناش خیلی سخت بود. بله آقا. بس این امتحانا رو جلوی یه میمون اسکیزوفرن گذاشته بودم، از شما بهتر جواب میداد. خجالتم نمیکشن. حالا یه مسئله طرح کردم اینجا براتون، هر کی بتونه حل کنه قبولش میکنم. راو فاضله بسنتی بچه، یعنی چی؟ هنوز سر نکردم سوالو، بذار تخت کنم وقت سوالو ببینین. بس او انبار احتکار کالای اساسی، یعنی چی؟ معلمی 800,000 اشلوغ در برج حقوق میگیرد، 400,000 اشلوغ آن را اجاره خانه میدهد، 350,000 اشلوغ نان پنیر میخرد برای صبحانه نهار شام، 100,000 اشلوغ قبوز را میپردازد، 200,000 اشلوغ هم هزینه های دیگر میدهد. چقدر میماند در پایان برج؟ آقای اجازه؟ بله. آقای کم پیچیده است. آره آقا. آقا اجازه ببخشید، مسئله که شما طرح کردین رئیس ادارات بوخ هم نمیتونه حلش کنه، چه برسه ما. بله آقا. ساکت. چه خبرتونه؟ بشین آقا بشین. چه خبرتون اینجور گذاشتی رو سرتون؟ آبروغن قاطی کردی؟ آقای مدیر، آقای اجازه، شما یه لحظه